همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ماست. بابک، در اسرائیل چه می‌گذره؟ چه جزئیات بیشتری داریم از این خبر؟ در حالی که در این لحظات تقریبا میشه گفت از 24 ساعت گذشته تا این لحظات اسرائیل در آرامش قبل از طوفان به سر میبره و تردیدی نداره که حملات جهاد اسلامی و حماس به زودی آغاز خواهد شد در غزه. طوفان حملات اسرائیل همچنان ادامه داره و ساعتی پیش که اولین حمله پس از حملات دیروز اسرائیل شروع شد، هر چند دقیقه یک بار صدای انفجار های بزرگی در داخل غزه به گوش میرسه. فوکوس و توجه اسرائیل در این حملات حماس و گروه های دیگر نیست و فقط ارتش اسرائیل بر روی جهاد اسلامی متمرکز هست و حملات خودش را به موازه و افراد این سازمان گذاشته. در کنار اون در داخل اسرائیل ارتش اسرائیل از شهروندان این کشور که از خط مرزی با غزه تا 40 کیلومتری این نوار غزه زندگی میکنن خواست که در کنار پناهگاه ها بمانند. مدارس در این 40 کیلومتر تعطیل هستش و بیزنس و دکان ها هم تقریبا نیمه تعطیل هستند و تقریبا تمامی اسرائیل در انتظار واکنش حماس هست که هنوز اتفاق نیفتاده. دقایقی پیش بیانیه حماس بیرون داد و گفت که این موکول شدن انتقام به ساعات بعد و ساعات بعد و واکنش حماس یکی از استراتژی های حمله ای هستش که حماس اون را برگزیده و میخواهد که به گفته حماس دشمن در هیجان و انتظار و نگرانی بماند. اما در اسرائیل گفته شده که زنجیره فرماندهی موشک اندازی به سوی اسرائیل با کشته شدن اون سفردی که دیروز در حمله اسرائیل کشته شدن پاره شده و جهاد اسلامی یک نوع سختی و مشکلاتی برای حمله به اسرائیل داره. اما این حملات میتواند توسط حماس انجام بشود که از موشک‌های بیشتر و دقیق‌تر و توانایی‌های بالاتری برخوردار هست. هنوز معلوم نیست که آیا حماس خواهان پیوستن به این حملات هست یا خیر، اما آنچه حائز اهمیت هست شمال اسرائیل هست. در شمال اسرائیل در مرز با سوریه سازمان‌های فلسطینی نظامی حضور دارند که اونها هم میتونن از اونجا به سوی اسرائیل موشک بندازن. امروز هواپیماهای اسرائیل اعلامیه‌ها یا در درعا یکی از مناطق سوریه پخش کردند و گروه‌های نظامی را از اینکه به این جنگ بپیوندن برحذر داشتن. در کنار اون از حزب الله لبنان هم نباید غافل شد که او هم ممکن هستش که به دستور جمهوری اسلامی وارد این جنگ بشه و اون وقت هستش که سناریو کاملا تغییر میکنه، زیرا توانایی های حزب الله لبنان هم از جهاد اسلامی و هم از حماس و هم از دیگر گروه های فلسطینی بسیار زیاد هستش. در حال حاضر خبری هم رسیده که چین، فرانسه و امارات متحده عربی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند که یک جلسه اضطراری تشکیل بده در رابطه با عملیاتی که اسرائیل انجام داده. گفته شده است که جز نفرات نظامی که در این حملات کشته شدند در غزه 10 تن هم بودند که غیر نظامی بودند و در این ساختمان ها بودند که 4 تن از اونها کودک و 4 تن از اونها زن هستند. مسئله ای که هم برای جهانیان غیر قابل تحمل هستش و هم برای سازمانی مثل حماس که اگر نمیخواستن وارد این نزاع بشه الان خودش را مسئول میدونه. بدون شک منطقه به سوی یک نزاع و درگیری جدی میره که از دقایقی بعد و یا حتی ساعتی بعد ممکنه که شروع بشه. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو، متشکرم از گزارشت.